سلامی دوباره به شما خوبان، یاران و همراهان هتل گردی با جنید. این بار کجا هستیم؟ در شهر ونزیا که نیستیم، در هتل ونزیا هستیم. البته ونزیا در سال 2024 فعلا نیو ونزیا یا ونزیای جدید ونزیا پالاسه، که البته معماری فوق‌العاده و محتشمی که در ابتدای ورود می‌بینین که بحثش جداست، ولی این هتل با تغییرات نام در سال 2025 خواهد بود به نام دوکال پلازو، سرای کاخ دوکا. اینجا یه تغییرات اساسی در محوطه هتل انجام شده، در سیستم پذیرایی هتل انجام شده، خدمات لاکچری شده، خیلی تغییرات اساسی انجام دادن. از همین بسم الله با ورود، یعنی با ویلکامش، با شیرینی هایی که از همینجا درست میکنن، چون یه هتلی بود که زیاد مورد پسند نبود قبلا، میگفتن حیفه با این همه معماری زیبا، با این همه محوطه زیبا، ولی خدمات بد، خدمات معمولی. اومدن اینجا تغییرات اساسی دادن از ورودی، اومدن تمام مدیرای منطقه توی بلک، توی کندو، هر چقدر مدیر خوب، کارکنان خوب رو آوردن اینجا تا خدمات پرفکت رو عالی بدن. این سرای رو ببینید، این زیبایی رو اینجا ببینید. حیف بود اینجا، حیف بود که در واقع صاحبای قبلیشون خوب نگهداری نکردن، ولی صاحبای جدیدشون اومدن. تغییرات رو الان می‌بینیم، به چشم واقعا می‌بینید. انشالله از زمستون امسال کلنا، فقط ستون همه چی هست، دوباره از نو می‌خوام بسازن، می‌خوام بسازنت ونیدیک، ونیز. خب بریم واقعا ببینیم چیکار. ببین اونجا می‌بینین قشنگ میره تو آب، از توی آب میره توی در واقع بارو می‌بینه. امروز شما می‌بینید و من می‌خوام حرف بزنم، سعی می‌کنم کمتر حرف بزنم که بیشتر زیبایی‌ها رو ببینید، ولی باید بیایید و اینجا رو تجربه کنید، اینجا رو باید حس کنید. ببینید از پوشش یک در واقع گارسونی که توی لابی من هست، لابی وومن البته، چون خانومه، حتی اینجا یه آسانسور نداشته، مگه میشه یه هتل آسانسور؟ یعنی ولی اومدن همه چیز رو دقت کردن، همه چیز رو، از مشروباتش بگیر، از غذاش بگیر، خیلی تغییرات دادن. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم 37 میلیون یورو هزینه کردن، بودجه پیش بینی کردن، تقریبا 6 7 میلیون یوروش الان هزینه شده همین ابتدا. این قبلا نبود. گفتن ویلچری چیکار می‌کردن؟ میگفت داستان داشتن. ولی اومدن خیلی تغییرات دادن. بریم ببینیم که چیکار کردن. خب دوستان، اومدیم هتل، جایی که فوت کوزه‌گریش هست، کنار شیرعلی جان. اینجا هم شیرعلی داره. خب ما تصمیم گرفتیم بعد از این، میگم فیلم‌ها رو، نوع فیلم‌ها رو تغییر بدیم، میریم نقطه‌ای دیگه، همون جایی که میگیم نقاط قوت هتل کجاست. پارکابی، بزرگترین پارکابی منطقه رو داره. تعداد پارکابی رو ببینیم، هم برای کوچولوهای عزیز، هم برای بزرگروهای عزیز. نقاط قوت هتل چیه؟ آشپزایی که داره، غذایی که داره، غذای تازه، یعنی فود کورت‌های تازه. اینجا شما میتونید از بهترین نوشیدنی، کوالیتی بالا میتونید بیاید اینجا بشینید، کوچولوها میتونن اینجا تفریح کنن، شب هم اینجا دوباره برمیگردید. اینجا صحنه داره، یه صحنه اینجا داره، یه صحنه اون برتر داره. هتل اصل کارش اینجاست. میتونید بیاید هم اینجا در واقع شیرینی و قنادی و ویتامین بار داره، هم زیر اون برج بسیار زیبا. این برج رو شما در واقع در میدان سان مارکو ایتالیا، در خود ونیز در واقع میتونید ببینید. از کشتی که پیاده شدید میتونید در واقع همچین برجی رو ببینید. اینجا در واقع شبیه سازی شده. بریم ببینیم که این ور چه خبره. آماده پارتی دارن میشن، تقریبا یه چند دقیقه دیگه پارتی هست. اینجا هم تا ساعت 12 شب، 10 صبح تا 12 شب. اینجا اولترای واقعیه. ببین دوستان، در مورد اولترا من قبلا توضیح دادم. اولترای واقعی یعنی هزینه‌شو دادید، پولشو دادید و خدمات 24 ساعته رو اینجا میگیرید. قبلا هم توضیح دادم تو سلکتوم هم که بودم، رستوران 21 ساعته. بابا 3 ساعت هم باید نظافت کنن، ترتمیز کنن. حالا بریم اینجا، پلازو بار هست و کوکتلایی که اینجا درست میکنن توی لیوانه شیشه‌ای میذارن، اگه بدونن که اینجا میشینید. اگه احساس کنن که شما میخواید برید تو آب، تو لیوانه پلاستیکی بهتون میدن. کلاگ هستی. اینجا هر چی شما میبینید این کلود، برو هر چی داخل این چرسنده دور مدور. اینجا هر چیزی هست، شما در واقع این کلود اینجاست. دیگه نمیخوایم بگیم بیاره بیرون. جلوی چشاتون گذاشتن. چون بعضی از هتل‌ها زیر میزی میذارن. حتما باید انعام بدین. شما اشاره میکنید اینو میخوام، اینو میخوام، هر چی میخواید اینجا میتونید بگیرید. بیایید و حالشه ببرید. هتل آوردن براتون، هتل زیرخاکی ها، از اون هتلایی که همیشه میامدن میگفتن دمتون گرم. این هتل رو دوباره تو بازار باید بشناسونیم. با اینکه هتل معروفی بود،
ولی ناشناخته مونده بود به خاطر اینکه درست مدیریت نمیشد. الان دارن درست مدیریت میکنن و تغییرات اساسی رو میبینید. خب در ونزوئلا که الان هستیم، ببینید شما اینا اکثر هتل‌ها به این صورته، 99% هتل‌ها اینکلود نیست. خاله پشمکی اینجا داره با 3 یورو اینجا براتون پشمک درست میکنه. پشمک حاج عبدالله، خاله عبدالله. و اینجا هم که پاپ کورن هست. اینجا اکثر 99% یکی دو تا هتل دیدم که اینکلود کردن، خیلی کم. حالا اسم هتل الان یادم نیست، ولی بیشترشون چیزه پولیه. خیلی بار و رستوران دیدیم اینجا و اینا رو تازه درست کردن، همچین جایی وجود نداشت. در واقع یکی از اسنک بارا یک اونور بود، یه دونم ساحلی هست. اینجا اونجا تا ساعت 4 بعد از ظهر، اینجا تا ساعت 6 بعد از ظهر شما میتونید بیاید اینجا. بازم دارم میگم در خدمات ادعا دارن و دارم میبینم این ادعا درسته. اینجا براتون پاستا ماسا میزنن، اینجا یه قلاده کوچیکی برای خودش داره و شما میتونید بیاید در ویوی مدیترانه شیرینی بخورید. در ویوی مدیترانه میتونید غذا میل بفرمایید. توصیه میکنن تو هتل مخصوصا ونزوئلا نهار رو از رستوران مرکزی نخورید. حتی ما امروز رفتیم نهار کسی نبود، دیدیم که همه خب این طبیعتا میان اینجا دیگه، بهترین غذا وقتی اینجا هست، هم غذا هم بار خوب. اونور میتونید برید ببینید بوی غذا مشخصه، کیفیت سلامت غذا میرم الان سلامت در واقع غذا اینا همه چیز عالی و جای شما واقعا اینجا خالیه. باز بار، مگه میشه انقدر بار؟ بار مرکزی، بار زیر برج، زیر گذر. بعد این اومدیم اینجا، باز هم دیدیم قبلا دوستان ما تو هتل زیادی رفتیم، توی ساحل این مشروبات رو کیفیتش خیلی میارن پایین. هر چقدر به سمت ساحل میرین خدماتش، یعنی تو بار مرکزی خوبه، تو هتل دیگه ها هی داره میاد پایین. این هتل لاکچری، خوش برده بالا، خدماتش برده بالا. بیایید و ببینید. فقط فرقی که داره حتما تو این لیوانای کارتونی یا پلاستیکی بهتون میدن. اونجا اگر بدونن که همینجا میشینید از لیوانای شیشه استفاده میکنن، اگه مطمئن بشن که شما اینجا نشستید. ولی اگه بخواید برید کنار ساحل در مدیترانه بخواید برید شنا کنید، باید از اون لیوانای کاغذی و پلاستیکی استفاده کنید. و اینجا هم میتونید در واقع اینا رو اجاره کنید، از روزی 100 یورو 150 بستگی داره. کل کابین برای 2 نفر تا 4 نفر میتونید با 100 تا 200 یورو بگیرید. توش یخچال، سیفتی باکس اینا هم هست، وسایلتون رو میتونید بذارید، موبایلتون رو میتونید بذارید، سیوید، پول میدید، پولشو میخورید. دوستان حسی که اینجا دارم انگار واقعا در ونزوئلا هستم، ولی خب ونزوئلایی که اون دریای آدریاتیک، اینجا مدیترانه هست. معماری عالی، خدمات فوق‌العاده. این هتل رو اصلا نمیشه مقایسه کرد. اینجا میتونید در این زاویه قشنگ میتونید قلیون اینجا سفارش بدید و در واقع قلیون رو بکشید. شما میتونید بیاید آلاچیق اجاره کنید. من راستش توی تعطیلات اگر باشم هزینه تا اینجا که دادم یه روزش هم میام بیشتر به خودم حال. تا الان به خود حال دادی، بیا بیشتر به خودت حال بده. چجوری بیشتر به خودت حال میدی؟ تشریف بیار اینجا. میایم اینجا، شما در واقع یک سیفتی باکس خواهید داشت، اینجا رو اجاره میکنید. این یخچال رو پر میکنن به این صورت. به غیر از اینکه بارمن براتون در واقع میاره خدمات میاره، همه چیز میاره، میتونید این رو هم داشته باشید. به صورت اختصاصی بیشتر حال کنید. به خودتون حال دادید، بیشتر حال بدید. میدونید اینجا چه اتفاقی میفته؟ در هتل ونزوئلا، در این استخر بسیار بزرگ، جز استخرهای خیلی بزرگ منطقه رو داره، پارکابی بزرگ منطقه رو داره، خدمات لاکچری کرده بماند. در این استخر بزرگ ویو در واقع سرای دوکا، دوکال پلازو، شما میتونید در واقع میدان سان مارکو عین همون با همون ویو، البته مثل اون خانم و آقا، میتونید در کنار استخر بشینید و بار مخصوص پولبار. پولبار یعنی اینه، چون پولبار تو هتل دیگه هست، یه بار کنار استخر، اوکی پولبار، ولی پولبار واقعی اینه و میایید همون لاکچری مشروبات نوشیدنی های در واقع ایمپورت لاکچری رو میتونید اونجا بشینید و میل بفرمایید. فقط تو لیوان های پلاستیک فشرده است، شیشه ای بهتون نمیدن که اصرارم نکنید. بریم ببینیم چه خبره. خب دوستان الان اومدیم اسپا و استخر سرپوشیده باشگاه که معمولا یه جا هست و جای ماساژ اینا. اینجا یه ویتامین بار هم داره که اون گوشه میتونید برید استفاده کنید. یه باشگاه داره، وسایلی که میخواهید رو اینجا میتونید در واقع ببینید.
یه باشگاه مناسب برای اکثر وسایل رو داره، استاندارده، بزرگ نیست ولی استاندارده. البته که میگم توی بازسازی همه اینا کنفرکون میشه، خیلی تغییرات میکنه. اینجا دم دستگاه جدید آوردن که برای همین پوست و اینا، به غیر از حالا شما میتونید بیاید حولتون از اینجا بگیرید، حوله میتونید از کنار استخرا بگیرید و میتونید با کارت حوله بهتون میدن. معمولا این میارن این قسمت از چیز که شما یه بار بیایید اینجا رو ببینید. قبلا بهتون توضیح دادم ما معمولا داخل دیگه نمیریم، احتمال ماساژ هست ولی اسپاش به این صورت، اسپاش همون جایی که استخر سرپوشی داده رو باش کنه. و اومدیم از یکی از بارهای تقریبا فکر کنم 8 تا بار، من همجا سرانگشتی شمردم اندازه 10 تا بار داره تو هتل که همه این بارها نوشیدنی های در واقع لاکچری رو استفاده میکنه، نوشیدنی ایمپورت استفاده میکنه. اینجا هم هست، به غیر از اینکه اینجا این باری که اینجا میبینید، به غیر از اونم یه دونه قنادی داره. این هم جزوه، یعنی از 4-5 تا قنادی که تو هتل هست، مگه میشه تو هتل معمولا یه دونه قنادی بود باشه؟ اینجا اومده زیر این برج تو میدان مرکزی همه جا قنادی و شیرینی هست و چون اعتقاد دارن به خدماتشون، یعنی اعتقاد ویژه دارن و مدعی هستن، و ولی باید بیاین این ادعا رو از نزدیک ببینین که واقعی یا نه. از نظر من واقعیه، شما میایین ببینین دیگه ببینین چه خبر. بریم در وسط این کاخ موزه میشه گفت، نمیدونم، در ونزویا ما تو هتل گلوریا ورده این اتفاق برای ما افتاد، احساس کردیم توی کاخیم. اینجا هم همچین حسی داره به ما دست میده واقعا، یعنی با معماری فوق العاده، با جاهای عالی. این سال 2024 اگر شما تو این هتل هستید و این ویدیو رو دارید میبینید، شما به خاطر اتاقش نیایید. میدونید که هتل گردی با جونه همه چیز به شما میگه دیگه، به خاطر اتاق لاکچریش نیایید، به خاطر خدمات لاکچریش بیایید و بیایید و ببینید اینجا چه خبر، چه خدمات خوبی دارن میدن. اینجا برای کوچولوهای عزیز هست که شما میتونید بیایید اینجا و بسپارید، ثبت نام کنید، اسمشون رو مینویسید و نگر میدارن. 4 تا 12 سال بدون والدین، زیر 4 سال حتما باید والدین اینجا بشینن. همین هتل ها، فقط این هتل نیست. بریم ببینیم چه خبر. خب دوستان، در رستوران هتل ونزیا پلاس هستیم. این گلی که نشون دادیم گلی هست که اگر هم قد خودتون بشه تو خونه نگه بدارین، یه خونه دار میشین یا یه ملک جدید میگیرین. دوستان ما توی هتل گردی ها میایم تو رستوران ها، وقتی که مردم هم هستن فیلم میگیریم. فرقش میدونی چیه؟ یعنی هر آنچه که به شما سرویس میدن و یعنی به صورت نمایشی نیست که بگیم آقا نمایشی باشه دیگه جمعش کنیم، نه، هر چیزی که شما همونجا مهمونا سرویس میگیرن. یه مورد بعدی این که این هتل زودتر رزرو کنید، چون هر چقدر زمان بگذره، چون کوالیتی که من دیدم قیمتش این نیست، این قیمت افتتاحی است. حالا با هم میخوایم بریم ببینیم چه چیزایی اینجا هست، یعنی از شیرینی ها، از باقلواها، یعنی چیزایی که اینجا درست میشه، انواع باقلوا، اینو با کدو درست میکنن و با گردو اینا میریزن روش حلوا ارده، یه چیز فوق العاده است. انواع شما میتونید اینجا، حالا دوست عزیزم آقای صابه حتما نشون داده براتون، تیکاره براتون میذاره. اینا رو نمیشه تو ریلز جا داد، اینا رو باید بهتون نشون بدم. چرا؟ چون من داشتم با مدیر عامل اینجا صحبت میکردم، میگفت که اصلا از گوشت مثلا دونر گوشت که میگن در واقع بوغلمونه، خب به عنوان دونر گوشت میدن تو هتل ها. اینجا همچین چیزی نیست، کوبیده ای که زده بعد جیگر مخلوط بهتون میده، گوشت داده بود، گوشت تو ماس خوابونده بود، سب ایرانی با ذائقه ایرانی. بعد اینجا اومده بود باز دوباره خود مرغ رو به صورت سوخاری با دونر واقعی که خودتون میتونید با حالتهای مختلف با لواش درست کنید، با پیاز درست کنید. و اینجا اومده غذای خونگی درست کرده براتون، غذایی که با سلامتی بالا. و ببینید مثلا حتی من صحبت میکردم میگفت آقا این ماکرونی ها رو اینا رو خودمون میزنیم، اینجا مثلا خمیر رو خودشون میزنن، خمیر آماده نمیه، هی دارن تکرار میکنن. میدونی برای چی؟ این هتل مگه میشه؟ آقا این هتل تا پارسال یه چیز دیگه بود، الان یه چیز دیگه شده. یعنی این خمیری که اینجا دارین استفاده، ببین با این دارم برمیدارم، با دستم آزمایش نمیکنم، ببین اصلا داره صداش داره میاد، خمیر عالیه، همینجا داره میزنه، یعنی به صورت کارخونه ای نیست، گوشت اونجا خودشون زدن. آقا مگه میشه یه هتل اینقدر تحقیق؟ بله میشه.
با پول، با مدیریت، هم فقط هم پول نه ها، حساب قبلی پول نداشته داشته، ولی مدیریت نداشتن. یعنی خیلی چیزا رو داره. ببین این ماکرونی ها رو بیا سمجا یه چیزی میخوام نشون بدم، بیا عزیزم. این ماکرونی رو خودشون درست کرده، ببینی؟ خودش رفته ماکرونی درست کرده، خودش اومده همه رو اینا رو خودشون درست کرده. هیچ چیزی یخزده و کارخونه ای نیست اینجا. و اومدن چه ماهی بود، ببینی؟ این ماهیی که من امروز خوردم اینجا جز بهترین ماهی زندگی بود. این ماهی رو میبینی؟ باید حرف میزنه این ماهی. اون ماهی، این ماهی بهتر بود. یه چی میتونم بگم؟ ولی این هتل رو از دست ندین. حالا براتون داره فیلم ها رو میبینین. شب اینجا هستیم، صبحونه رو خواهیم دید. نهار رو دیدیم. نهار رو سعی کنیم بیرون بخورید. حالا بریم واقعا ببینیم اینجا شب چه خبره. شب با ما باشید. بریم. به گیرنده های خودتون دست نزنید. روز بود درسته، الان شب، همونجا هستیم، داشتیم رد می شدیم. ما خب اینجا اقامت داریم، دیدیم که اینجا همچنان این قنادیش بازه. یعنی شما نصف شب هم تا ساعت 12 شب هم اگه شیرنی هوس کردین در کنار بار اینجا، حتی اینجا مشروبینا هستا، همه نوشیدنی های ایمپورت هست، ویسکی یا جین هر چیز ودکا میخواید هست، ولی خب اینجا مثل انگار تو ایتالیا نشستین توی کافه، مثلا دارید میخواین چای، قهوه، نسکافه اینا بخورید همراه با شیرینی، میتونید اینجا تشریف بیارید میل. یعنی اولویتش میتونه نوشیدنی های گرم باشه این بار به نظر من. یعنی مثلا بشینید اینجا نوشیدنی گرم بخورید، به اون ور نوشیدنی سرد بخورید، برای خودتون جا میخواید توی هتل ونزی انتخاب کنید. این نظر منه. این سبک انگار توی مثلا جاهای تاریخی نشستید، رستوران های درست حسابی، میتونید همچین کاری انجام بدید. خب داریم میریم این لابی مرکزی رو ما نگرفتیم، گفتیم لابی مرکزی رو شبا، چون 24 ساعت هست دیگه، شبش رو بگیریم. ولی واقعا کاخ موزه است اینجا، آدم لذت میبره. حیف بوده تو این 20 ساله که این هتل خیلی قدیمیه، من 22 سال پیش تور لیدر بودم اینجا بود و حیف بوده ما اینجا چرا نیومدیم استفاده. حتی خب نمیشد بیاییم چون سرویسش خوب نبود، خدماتش خوب نبود، مدیریتش خوب نبود. ولی الان این یه آسانسور اینجا اضافه کردن. حساب کن این هتل آسانسور نداشته، مگه میشه یه هتل آسانسور نداشته باشه؟ این جاش بوده ولی آسانسور نبوده، عجیب بوده. خب در هتل ونزیا اون بر پارتیه، بخوایم ببینیم در ساختمان اداری و لابی مرکزیش، اینجا ساختمان اداریشه و لابی مرکزیش چه خبره. ببینید دقیقا مثل همون چیزها، میدان سان مارکو که میگم شبیه سازه شده، این همونه، اینجا هم همین، این همونه. اینجا لابی 24 سر صدا اینجوری بر میگرده. حالا و تو این لابی شما میتونید 24 ساعته بیاید توی مینی باراتون آب و اینا همه چیز بود، ولی بازم من اومدم هم خودم برای اتاق خودمون آب 1.5 لیتری بردارم. میتونید تشریف بیاید پایین آب 1.5 لیتری ازشون بخواید و برید. و همه این چیزایی که شما ببینید بهتون نشون میدن، یعنی شما میتونید اشاره کنید اونو میخوام، رد لیول میخوام، نمیدونم جین بی میخوام، نمیدونم هر کدوم که میخواید، کوردون میخوام، جین اون کوردون، هر چیزی که میخواید رو میتونید اینجا
در واقع من امروز یه دونه نوشیدنی می‌خواستم، میگم برای گلو درد یه نوشیدنی سبز رنگ هست شیشه سبز، گفتم اینو داری؟ گفت دارم. من نایده بودم، ولی هر چیزی که یه موقع اگه باشه با عکس نشون بدید نوشیدنی خاص باشه داشته باشه میگه دارم. یعنی میتونست بگه نه ندارم، نه چرا هر چیزی بگه، چون هتل لاکچری شده. بریم ببینیم دیگه چه خبره. دوستان چون خیلی‌ها میپرسن آلاکارت یعنی چی، این الان بهترین فرصت بود که در مورد آلاکارت بهتون توضیح بدم. الان مثلا از غذایی که سرویس کردم به این صورت به صورت آلاکارت، یعنی چی آلاکارت؟ غذایی که شما سفارش میدین میگین استیک باشه، ماهی باشه، به این صورت برای شما سرویس میشه، یا سوپ به اندازه‌ای که میخواهید، یا سالاد به اندازه‌ای که میخواهید. پس آلاکارت با رزرواسیون از قبل، روزی که ورود کردیم باید در برای اقامت‌های 6 شب یا 7 شب یک بار بهتون آلاکارت به صورت رایگان میدن. آلاکارت به همچین رستورانی میگن، دوستانی که در مورد آلاکارت میپرسیدن. پس این رو در نظر داشته باشید که آلاکارت یه جای خاصی نیست، یه همچین رستورانیه. هتل‌های دیگه متفاوته، یکی جای مثلا فضای بازه، رستوران دریایی معمولا فضای بازن، رستوران ایتالیایی معمولا فضای بستن. به این صورت بریم ببینیم دیگه چه خبره. خب الان در محوطه هتل ونیزیا هستیم. من که اصلا امروز خب با اینجا اقامت داریم، یه حس خیلی عالی داشتم، واقعا جای شما خالی بود. ببین هارمونی رنگی که درست کردن، کارهایی که انجام دادن، تغییراتی که اینجا انجام، ببینین یه تغییره، یه سقف اینجوری گذاشتن، یه بار اونجا اضافه کردن، خیلی هتل رو خیلی متفاوت کرده. سلام،
خب دوستان اومدیم اتاقشون. البته خب توضیح خیلی بهتون دادم که این اتاق همه چیز عوض میشه، ولی خب ما فعلا در مورد 2024 داریم صحبت میکنیم. 2025 که بیای میگیم واو. این دو تا کارتایی که حالا فعلا تو هتل هست قبلا توضیح دادم، سبز رو بیرون بذاریم یعنی اتاقمون رو تمیز کنید، قرمز اگه بیرون بذاریم یعنی اتاقمون رو تمیز نکنید. اینجا اتاق فامیلی رومه، اون میز چمدونه که خب به این صورت اینجا اتاق خودمونه، اتاق نفر سوم و چهارم یا اتاق مثلا حالا بچه باشه یا اگه چهار تا بزرگم باشید میشه استفاده کرد. سرویس بهداشتی مشترک داره، پس در هتل ونزیا حالا سال بعد دیگه باید سال بعدش کنیم تو کالپلازو فعلا فنزیا هست، اتاق پدر مادر نفرات اصلی هم به این صورته. سیفتی باکسش هم که اینجا هست و یه دونه مینی بار داره و یه منظره بسیار عالی جای شما خالی که تو مینی بارش آب جو و آب و اینا هست. حتی خب یکم برداشتن تقریبا برای اندازه 3 نفر 4 نفر میذارن. خب و اینجا فوت کوزه‌گری این هتل همونطور گفتم بیرونه. حتی خب بالکن خیلی بزرگی داره. اینجا را قراره که کامل وارد سیستم اتاق بشه. یعنی بالکن‌های کوچیک‌تر، اتاق‌های بزرگتر. در ادامه مسیر در هتل ونزیا پالاس که در سال 2024 در 2026 میشه دوکال پلازو یعنی سرای دوکا. خب اتاق دبل فرنش توضیح انقدر دادم یعنی تو ویدیوهای دیگه دوستانی که همراه من هستن هتلگرد هستن دیگه حفظن. توین بد هست، دو تا تخت جدا و تختاش هم مثل خیلی چیزها رو تغییر کردن، این تختها رو عوض کردن، پرده و مرده توری، ولی تغییرات اساسی اون 30 میلیون دلاریه از پاییز امسال تا عید نوروز 2025 انشالله این هم که سرویس بهداشتیش رو به این صورت. بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی. چرا این میگم؟ به خاطر اینکه بنده که یه در واقع تجربه سفر به خود ونیز رو داشتم، اومدم امروز و از دیروز دو سه روز ما اینجا هستیم، هتل ونزیا پالاس رو اومدیم با همدیگه بررسی کردیم، متوجه شدیم که واقعا پلی که الان روش هستیم همون پل هایی که در کوچه پس کوچه های رودخونه ای شهر ونیز و یا برج معروف شهر ونیز و یا کاخ دوکا و همه کل سمبول هایی که در شهر ونیز هست رو اینجا تونستیم تجربه کنیم و زیر اون برج نشستیم، چای و قهوه‌مون رو خوردیم، شیرنیمون رو خوردیم و اومدیم این بر کنار ساحل نزدیک مدیترانه، در خود مدیترانه اومدیم لذت این دنیا اون دنیا رو همینجا بردیم. پس شما میتونید اینجا رو تجربه کنید در سال 2024 با شرایطی که من نشون دادم. 2025 چه شود؟ بریم ببینیم که چه خبره. رو که نمیگم، شما باید برید ببینید چه خبره. من میخوام اینجا شما خداحافظی کنم، شما رو به خداوند بزرگ بسپارم با امید دیدار تا برنامه دیگر. بدرود، دوستتون دارم خیلی زیاد.